وقتی کتاب مقدس نگاه میکنیم، خدا خودشو با اسامی مختلف معرفی میکنه و این اسامی که خدا استفاده میکنه در هر کدومش یه قدرتی هست. هویت خدا تو اون نامه، شخصیت خدا تو اون نامه، تمام اقتدار خدا در اون نامه. به همین دلیل کلام خدا میگه هر که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. نجات فقط این نیست که من آمرزش گناهان رو بگیرم. برای یه شخص مریض آیا شفا نجات نیست؟ برای یه شخص درمانده و بدهکار آیا بدهیاشو بده نجات نیست؟ برای یه شخص زندانی آیا رهایی نجات نیست؟ برای یه خانواده هست هم پاشیده آیا صلح نجات نیست؟ هر که نام خدا رو بخواند نجات خواهد یافت. اما کدام خدا؟ نه هر خدایی. ما باید بدونیم که به کی ایمان آوردیم و شخصیت خدا رو در نام خدا بشناسیم. اگر شخصیت خدا رو بشناسی، میبینی در روزهای سخت زندگی، در بحرانهای زندگی، وقتی نام خدا رو به نیکویی و درست استفاده کنی، میبینی قدرت خدا جاری میشه. کلام خدا در بندهای شریعت میگه که نام خدا رو به باطل نبرید. واژه باطل در واقع در جای بیهوده استفاده نکن، برای چیزهای بی خود استفاده نکن، که متاسفانه در سرزمین ما دائم برای هر چیزی اسم خدایی رو میبرن که در واقع البته اون خدا هم بیشتر به درد همون جاها میخوره. اما کلن عادت کردن. اما ما به عنوان مسیحیان اجازه نداریم قسم بخوریم و به نام خدا چیزی رو در واقع قسم بخوریم. اما چیزی که میخوام به شما بگم، یک، برای چیزهای بی ارزش خدای با ارزش رو نیار پایین. دو، با بی ایمانی نام خدا رو استفاده نکن. اگر نام خدا رو استفاده میکنی با ایمان استفادهش کن، اون موقع میبینی که چگونه این قدرت نام در زندگی تو عمل میکنه.